جمعگردی های دکتر اسماعیل نوری‌علم. جمعگردی 24 آپریل 2015 اختصاص دارد به موضوع ما و نهادهای مدنی خارج کشور. با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و علاقمندان جمعگردی های دکتر اسماعیل نوری‌علم. اجازه بدید قبل از اینکه به جمعگردی بپردازم یک عذرخواهی بکنم مقدمتاً برای اون عزیزانی که جمعگردی ها رو دنبال میکنن. این همین صدای جیک جیک این دستگاه در حقیقت آلارم آتش نشانی برای ما الان مدت 10 روزه که اسباب مسئله شده و چون دوستان زیادی از طریق ایمیل و تلفن پیغام گذاشتن که آقا این باتریشو عوض کن داستان حل میشه، برزت برسونم که این در اختیار من نیست، به خاطر اینکه این صدا از دیوار پشتی میاد، از همین پشت یه دری است، از اونجا این صدا میاد و این متعلق به همسایه است. من چاره ای ندارم، تماس گرفتم و چون این همسایه نیستش رفته، بنابراین با صاحب ملک تماس گرفتم و بهش توضیح دادم و او هم در سفر است، گفته که از راه دور میتونه این کار انجام بده و هنوز که انجام نشده. امیدوارم که گفته پنجشنبه از سفر بر میگرده، جمعه اینجا خواهد بود، ازش بخوایم که این رو برامون درست کنه. بنابراین در مقدمه از شما باز هم عذرخواهی میکنم بابت این مزاحمت. اما برگردیم به جمعگردی های دکتر اسماعیل نوری‌علا و جمعگردی 24 اپریل 2015. میگوید ما و نهادهای مدنی خارج کشور. می نویسد که هفته پیش در سفری به تورنتو کانادا بودم و نتوانستم جمعه گردی معمولم را بنویسم. اکنون هم که به خانه برگشتم می بینم که حال و هوای این سفر هنوز در ذهنم می چرخند و از من می خواهند تا مطلب این هفته را نیز به شرح این دیدار اختصاص دهم. شاید این تأثیر سفر به تورنتو بیشتر از آن جهت ذهنم را مشغول به خود داشته است که 5 سال پیش نیز آغاز فعالیت‌های سیاسی تشکیلاتی هم در آن شهر کلید خورده است، در سرآغاز سال 2010، سالی که قوقای جنبش سبز را پشت سر نهاده و میرفت تا دوران فروکش هیجانات مردم از یک سو و آگاهی آنان بر حقایقی تلخ را از سوی دیگر آغاز کند. مردم به بهانه تقلب در انتخابات، چه واقعی یا خیالیش فرقی نمی کند، به خیابان‌ها آمده بودند و از شعار یا حسین میر حسین به شعار استقلال آزادی جمهوری ایرانی رسیده بودند و گوهر برانداز جنبش سبزشان را در همین تحول آشکار ساخته بودند، اما به شدت سرکوب شده و دلشکسته به خانه‌هاشان برگشته بودند. آن حقیقت تلخی که بر همه آشکار شده بود در این نتیجه گیری خلاصه می شد که در راستای انحلال حکومت اسلامی نمی توان روی نیروهای مذهبی اصلاح طلب و مدعی ملی مذهبی بودن حساب کرد. آنها در پی ایجاد حکومت اسلامی خود هستند و اگر ببینند که با کنش اعتراضی مردم کل رژیم اسلامی به خطر می افتد عقب نشینی می کنند و مردم را نیز از پیشروی به سوی سرنگونی رژیم باز می دارند. حقیقت دیگر هم در میان بود. اصلاح طلبان می کوشیدند ماهیت سکولار جنبش سبز را پنهان کرده و کل جنبش را به سود خود مصادره کنند. حال آنکه تحول رفتارها و شعارهای شرکت کنندگان در جنبش سبز نشان می داد که این حرکت دارای مقاصدی سکولار
یعنی مخالف دخالت مذهب در حکومت، و دموکرات یعنی خواستار اجرایی شدن مفاد مندرج در اعلامیه جهانگستر حقوق بشر است. و بر اساس این برداشت از جنبش سبز هم بود که خانم شکوه میرزادگی و من بران شدیم تا در مورد ماهیت سکولار دموکرات این جنبش بیانیه ای منتشر کنیم تا لااقل در گوشه ای از تاریخ این یاداوری به جا بماند که آن جنبش تنها دارای روندی اصلاح طلبانه در حوزه حکومت مذهبی نبوده است. خوشبختانه این بیانیه که به پیشنهاد شکوه میرزادگی ما ایرانی بی تبعیض می‌خواهیم نام گرفت، با تأیید بخش بزرگی از روشنفکران و فعالان اپوزیسیون نیز روبرو شد و در پایان آن بیانیه آمده بود: ما تنها راه چاره برای نجات سرزمینمان از انواع بحران‌های فعلی را انحلال کامل حکومت موجود و به رأی گذاشتن نوع حکومت آینده و گزینش نمایندگان مجلسین مؤسسان و شورا و دولت آینده ایران از طریق یک سلسله انتخابات آزاد و زیر نظر نهادهای بین الملل می‌دانیم و با ایجاد یک دبیرخانه و سایت اینترنتی که فقط عهده‌دار مسئولیت ایجاد ارتباطات شبکه‌ای و تبادل افکار و ایده ها بوده و می کوشد تا همگان را در جریان فکرها و نظرهای نیروهای سکولار ایران قرار دهد، از همه ایرانیانی که خود را با ما همدل و همراه می یابند دعوت می کنیم تا با امضا کردن این بیانیه، البته حتما با نام های حقیقی خود، به ما بپیوندند. حرفه انتشار این بیانیه بود که چند تن از کوشندگان سیاسی شهر تورنتو کانادا با ما تماس گرفته و از ما دعوت کردند تا برای ایراد سخنرانی پیرامون پیشنهادات خود به آن شهر سفر کنیم. 5 سال پیش هنگامی که در یک بعد از ظهر بسیار سرد به محل ایراد سخنرانی رفتیم، تنها دعوت کنندگان خود را یافتیم که در کنار میز کتابشان ایستاده و با نگرانی به در ورودی خیره شده بودند. آنها با خجالت به ما گفتند که در شهر شایع است که اصلاح طلبان این مجلس را تحریم کردند و امکان دارد کسی برای شنیدن حرفای ما نیاید. اما آن روز مردمان بسیاری آمدند. سالن بزرگ شهرداری تورنتو که بیش از 400 نفر گنجایش دارد پر شد و عده‌ای هم در گرداگرد داخل سالن ایستاده بودند. برگزار کنندگان مجلس بعداً به ما گفتند که اکثر اصلاح طلبان و وابستگان با آنها نیامده بودند و آنها اغلب شرکت کنندگان در این مجلس را برای نخستین بار بود که می‌دیدند. معنای این واقعه روشن بود. جنبش سبز آن بخشی از جمعیت شهر را متوجه خود کرده بود که قبلا از حرکات جاری سیاسی قطع امید کرده بودند. باری سخنرانی ها انجام شدند و مورد استقبال و حمایت حاضران در جلسه قرار گرفتند. اما در جلسات کناری این سفر بود که دوستان تورنتوی ما اظهار علاقه کردند که درگیر یک حرکت تشکیلاتی در راستای تبلیغ برداشتای ما از سکولار دموکرات بودن جنبش سبز شدند. جلساتمان رسمی تر شد. فکر ایجاد شبکه سکولارهای سبز و تشکیل انجمنهای شهری این شبکه با استقبال روبرو شد. اساسنامه موقتی تهیه کردید و انجمن سکولارهای سبز تورنتو به عنوان اولین انجمن شبکه اعلام موجودیت کرد و به زودی در شهرهای دیگر دنیا نیز انجمنهای سکولارهای سبز سر برکشیدن و شبکه جان گرفت و صاحب تشکیلات شد. و اکنون 5 سال از آن تجربه نخست به شهر تورنتو باز میگشتیم. تورنتو دارای چندین تشکل سکولار شده بود. در این حال سکولار دموکرات‌های شهر موفق شده بودند در انتخابات کنگره ایرانیان
کانادایی اکثریت آرا را به دست آورند، دکتر فرخ زندی استاد اقتصاد دانشگاه یورک که رئیس انجمن سکولارهای سبز تورنتو نیز بود به ریاست آن کنگره انتخاب شده. فعالان سکولار دموکرات با مقامات کانادایی ارتباط یافته و آنان را در تصمیم گیری برای قطع روابط با حکومت اسلامی حمایت کرده بودند. پس از 2 سال انتخابات برای ریاست این کنگره تجدید شده و سکولار دموکرات دیگری به نام آقای رضای بنایی به ریاست کنگره برگزیده شده. آنگاه اهمیت این پیشرفت ها و موفقیت ها موجب شده بود که پرسش از این که نقش نهادهای مدنی در خارج از کشور چیست به طور جدی مطرح شده و تصمیم گرفته شود تا در راستای یافتن پاسخی چند جهته برای این پرسش از برخی فعالان سیاسی دعوت به عمل آید، که مجموعه این سخنرانی در 4 برگ در ذیل مقاله آمده که دعوت میکنه اگر تمایل دارید میتونید اون سخنرانی ها رو گوش بدهید. ضمن آنی که ما در همون روز یکشنبه اینو پخش مستقیم کردیم و البته کیفیت صدا خوب بود، تصویر خوب نبود، ولی در یوتیوب هم هست، ولی اینجا کیفیت صدا و تصویر هر دو عالی است، بنابراین در ذیل مقاله هست، اگر دلتون خواست اونجا مراجعه کنید و ویدیوها رو ببینید. برگردیم به مقاله. خانم شکوی میرزادی که خود اولین نهاد بین‌المللی غیر دولتی خارج کشور را برای نجات آثار تاریخی ایران بنیاد نهاده و به کمک همراهانش در ایران و خارج از ایران در نجات برخی از آثار تاریخی به ویژه آرامگاه کوروش بزرگ نقش عمده‌ای را بازی کرده است، دعوت شده بود تا بر اساس تجربه موفق خود در تجهیز نیروهای ایران دوست خارج کشور در مورد نقش دهات‌های فرهنگی خارج کشور صحبت کند. در بخش دوم سخنرانی ها میتونیم فایل رو پیدا کنیم. خانم الهی شکرایی که در آن مجلس با ایشان آشنا شده بود آمده بود تا حاصل تجربه های خود در نهادهای مدنی کانادا را با حضار در میان بگذارد. آقای حسن دایی که فعالیت های خستگی ناپذیر و پیروزمندانش در راستای افشای نقش نهاد مدنی دیگری به نام نایاک که برای حفظ منافع حکومت اسلامی فعالیت می کند او را به چهرهی سرشناس تبدیل کرده است، آمده بود تا به چگونگی نفوذ عمال حکومت اسلامی در نهادهای مدنی خارج کشور بپردازد. آقای علی جوادی از حزب کمونیست کارگری ایران قرار بود در مورد تجربه و نقش احزاب سیاسی خارج کشور که جز نهادهای مدنی محسوب می‌شوند سخن بگوید، اما چون موفق به آمدن نشده بود سخنانش را به صورت یک ویدیو فرستاده بود و من هم به عنوان کوشنده راه ایجاد تشکل‌های سیاسی مدنی در خارج کشور آمده بودم تا در همین زمینه‌ها سخن بگویم. نخستین نکته‌ای که نظر مرا به خود جلب کرد حضور نمایندگان مختلفی از جناح‌های سیاسی بود که با علاقه و حرارت در برگزاری مجلس و در بحث‌های بخش پرسش و پاسخ شرکت داشتند. در آنجا با دوستانی کمونیست، مجاهد، سوسیالیست، پادشاهی‌خواه و غیره روبرو شدند که گویی آمده بودند تا بر نکته دیگری که در پایان آن بیانیه 5 سال پیش آمده بود تأکید کنند. هموطنان، ما کم جمعیت و ناتوان نیستیم، اما پراکندگی من کارایی را از ما میگیرد. در این راه هیچ نیازی به کنار گذاشتن عقیده و سلیقه و مذهب و مکتب شخصی کسی وجود ندارد. مسلمانان شیعه و سنی، زرتشتیان، مسیحیان، بهائیان، کلینی ها و بیدینان و منکران معبد و طبیعه همگی می توانند در راستای ایجاد فضای تساهل و تحملی که همزیستی همگانی را تضمین می کند خود را سکولار دانسته و برای تحقق خواسته های مندرج در این بیانیه به صفوف ما بپیوندند. از نظر من در 5 سال گذشته
با وجود لجاجت سرسختانه شخصیت ها و رهبران گروه های سیاسی راه درازی طی شده است. اختلافات عقیدتی و باورهای فلسفی و سیاسی در دوام آوردن حکومت اسلامی و دراز شدن دوران زندگی در تبعید کمرنگ و گاه بی‌معنا می نماید. جنگ میان پادشاهی خواهی و جمهوری خواهی در خارج کشور بی‌معنا و بی‌حاصل است. جدال ما بین سوسیالیسم و لیبرالیسم در فاصله های بسیار من از ایران بیشتر حکم سرگرمی را دارد. مسلمان و یهودی و مسیحی و باهایی در خارج کشور رمز و راز انسانی همزیستی را می آزمایند و برای ایران آینده همین فضا را می خواهند. دیگر کسی در برابر ایده دموکراسی سکولار اخ نمی کند و به تأمل و شک نمی نشیند. همه دانستند که سکولار دموکراسی مزاحم کسی نیست، بلکه چتری حمایتی است که چون در حاکمیت تجلی یابد از مزاحمت عقاید و تعرض آنها نسبت به یکدیگر جلوگیری می‌کند. نیز دانسته شده است که سکولار دموکراسی می‌کوشد تا هیچ ایدئولوژی مذهبی و غیر مذهبی را به حکومت راه ندهد، اما در سطح دولت این امکان را فراهم آورد که گروه های سیاسی ایدئولوژی های خود را به برنامه های سیاسی تبدیل کنند و در انتخابات های آزاد آینده ایران نجات یافته از چنگ خونریز حکومت اسلامی بکوشند تا در دوره های چند ساله نظر مردم را به خود جلب کرده و مهار دولت را از آن خود کنند، با این آگاهی که اگر برنامه هاشان موفق نشود باید جای خود در دولت را به برنامه داران دیگر واگذارند. اما جالب بود که این بار هم در تورنتو اکثر اصلاح طلبان خواستار حفظ حکومت اسلامی حتی اثر کنجکاوی هم شده به مجلس ما نیامده بودند. در این سفر بود که دانستیم آنها کوشش خود را بران گذاشتند تا در انتخابات آینده کنگره ایرانیان کانادایی شرکت کرده و پیروز شوند و از اولین برنامه هاشان هم ایراد فشار به دولت کانادا برای برقراری روابط سیاسی با حکومت اسلامی است. در واقع پس از اشراف به این واقعیت بود که من بخشی از سخنانم را مستقیم به این روند اختصاص داد و هشدار دادم که اگر سکولار دموکرات های پیروز در مورد دستاوردهای خود قره شده و از هوشیاری و آگاهی و دخالت مجدانه در انتخاباتی از این گونه دست بردارند، پیروزی با طرفداران اصلاح طلب حکومت اسلامی خواهد بود که همگان دیده ایم چگونه طی همین 5 ساله بسیار از ایران به خارج آمده و در سطح خارج کشور پخش شده. این اصلاح طلبان که از حمایت‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم بسیاری برخوردارند در خارج کشور دو وظیفه اساسی را بر عهده دارند، یکی لابیگری چه مستقیم چه غیر مستقیم برای حکومت اسلامی و دیگری ایجاد تفرقه در صفوف سکولار دموکرات‌هایی که نسخه نجات را در کوشش برای ایجاد آلترناتیو سکولار دموکرات در برابر حکومت اسلامی یافتند تا از تکرار تجربه تلخ شکست جنبش سبز در آینده جلوگیری کنند. من درباره نکته اخیر بیش از این هم نوشته و نشان دادم که کوشش برای اختلال در کار آلترناتیو سازی دارای دو برنامه است. یکی اصرار بر این که خارجی کشور باید در تابعیت از داخل کشور عمل کند و دیگری آن که ما برای رسیدن به آینده‌ای بهتر در کشورمان نباید عجله داشته باشیم و لازم است که با برنامه‌های بلند مدت فرهنگ سازی تکیه کرده و از انحلال طلبی دوری بجوییم. اما سفر به تورنتو پایان شیرین دیگری نیز داشت. 2 ماهی دیگر سومین کنگره سکولار دموکرات‌های ایران در شهر فرانکفورت آلمان برگزار خواهد شد. این یک گرد همایی عمومی است که به هیچ سازمان و گروه سیاسی خاصی وابستگی ندارد و یک هیئت برگزار کننده 7 نفره متشکل از داوطلبانی بی‌چشم داشت امکان برگزاریش را فراهم می‌کند. دوستان ما در تورنتو که معتقد بودند محل برگزاری این کنگره
باید به صورت متناوب در قاره‌های آمریکا و اروپا تعیین شود، به مشکلات سفر از آمریکا به اروپا و بالعکس اشاره کرده و توقع داشتند که پس از برگزاری اولین کنگره در واشنگتن و دومین در بخوم آلمان، سومین کنگره در قاره آمریکا برگزار شود. اما از آنجا که همکنون مقدمات انجام این کنگره در فرانکفورت آلمان فراهم شده و جزئیات کار هم تا 10 روز دیگر به اطلاع عموم خواهد رسید، اصرار داشتند که شهر تورنتو برای 4 کنگره سالیانه سکولار دموکرات ها انتخاب شود. آنها حتی به امکانات وسیعی که به صورت رایگان در اختیار داشتن اشاره کرده و معتقد بودند که بودجه های فراهم شونده را باید صرف کمک به هزینه های سفر یاران از اروپا و آمریکا کرد. بدینسان به هنگام بدرود من مأموریت یافتم تا این فکر را با اعضای کمیته برگزاری کنگره ها در میان گذاشته و امکانی را فراهم آورم تا نماینده ای از سکولار دموکرات های تورنتو به فرانکفورت آمده و در همانجا دعوت جمع سکولار دموکرات های این شهر را از کنگره مطرح سازد. من سخنرانی تورنتوی خود را این گونه آغاز کرده بودم: اجازه دهید که حرفم را با تبریکی به شما که موفق شدید حکومت کانادا را به قطع رابطه سیاسی با حکومت اسلامی تشویق کنید آغاز کنم. این افتخار بزرگی برای شما سکولار دموکرات هاست. این سخن با استقبال غرورآمیز حضار روبرو شد، اما در بخش پرسش و پاسخ بود که جوانی پشت میکروفون آمد و از من پرسید: دلیل شما برای اینکه ایرانیان تورنتو در این قطع رابطه دست داشتن چیست؟ آیا مدرکی دارید که ارائه کنید؟ و من در پاسخ دوست جوانم چه میتوانستم بگویم جز اینکه نه، مدرکی ندارم، فقط خیال کردم که این کار با همت شما اهالی تورنتو انجام گرفته. اما اگر شما این افتخار را دوست ندارید، من تبریکم را پس میگیرم. و در بازگشت از آن مجلس بود که از خود پرسیدم: آیا براستی وقت آن نرسیده تا ما ایرانیان خارج کشور سهم خود را در آنچه با جریانات سیاسی مربوط به کشورمان رابطه دارد سرشماری و ارزشیابی کنیم و دریابیم که کدام بخش از کارهامان بر آینده کشوری که با چشم تر و دلنگران ترکش کرده این تأثیر دارد؟ نایاک و دیگر لابی های حامی حکومت اسلامی همچنان به کار خیش مشغولند و نیازی به ما و همکاری هامان ندارند. اما نهادهایی که در مخالفت با سیاست های مختلف حکومت اسلامی به وجود می آیند، تنها با تکیه بر حمایت ما است که می توانند در کار خود موفق شوند. آیا این وظیفه ای نیست که در شهرهای محل اقامتمان در خانمها من را میکوبد و از ما کمک میطلبد؟ این هم جمعه‌گردی این هفته دکتر اسماعیل نوریالا بود که امیدوارم توانسته باشم پیام مطلب رو به سمع شما نازنینان رسانده باشم. بازم از همه مهر لطف شما سپاسگزارم. تا جمعه‌گردی دیگر، ممنون.